برای اینکه بتونم شفق قطبی رو ببینم اول از ایران به سمت مسکو روسیه رفتم، یکی دو شب اونجا گشتم و از اونجا به وسیله پرواز داخلی بعد می‌رفتیم شمالی ترین شهر روسیه تا بتونیم شفق قطبی رو شکار کنیم. البته که یه سری جای دیگر هم دیدیم و همه‌شو به صورت ویدیویی براتون فیلمبرداری کردم و تو این قسمت قرار ببینیدش. پس تا آخر ویدیو بشینید و لایکش کنید. این اولین برخورد من با شمالی ترین نقطه روسیه است و ما باید پیاده بریم توش. نه اتوبوس هست نه از اینا که میچسبه به هواپیما. بعد همش یخیه اینجا رو نکن. وای وای اینجا هیچ کس نیست، فقط ماییم. یه فرودگاه محلی اینجا. هوا اوکیه ولی خب امشب احتمالاً منفی 30 رو برسه. فرودگاه انقدر کوچیکه، اون قسمتی که بارو باید برداریم همش همینه، هیچی دیگه نیست، تموم شد، انگار ترمینال اتوبوسه. تو شمالی ترین نقطه دنیا من باید L90 ببینم. چی لوگان اینجا است؟ لوگانه. من احتمالاً اون ونه ماشین ماست، بچه ها دارن سوار میکنن. یه دونه مگان هم اونجاست. اینا عاشق انگار کلن رنو دارن. چقدر اینا انگار رنو اینجا خیلی جوابه. ببین این ساختمون فرودگاه قد یه مطب دکتر بود، یه ذره بود، یه دو تا در داشت. اینم از مینی بوس ما ولکس واگن داس اتو. فولکس واگن داس اتو. فرودگاهی که ما پیاده شدیم فرودگاه آپاتیتی بود که فاصله 3 ساعت زمینی تا مورمانسک داشت. برای اینکه یه سری مجسمه‌های یخی رو ببینیم فرودگاه مورمانسک پیاده نشدیم، فرودگاه آپاتیتی پیاده شدیم. ما رسیدیم به یه هتل برای صرف ناهار. دمایی که در حال حاضر هست منفی 8 درجه است و اوکیه. من آستینامو زدم بالا، اصلا اینجوری نیستم که زیاد اذیت بشم. ما بیشتر از منفی 8 میترسیدیم ولی اومدیم اینجا دیدیم اوکیه، چیز خاصی نیست. بعد اینجا شمالگان بهش میگن، شمالیترین نقطه دیگه روسیه است و اینجوریه که بعضی از ماهای سال مثلا یکی دو ماه شب نمیشه، یکی دو ماه روز نمیشه، این شکلیه. حالا دیگه بریم نهار بزنیم. نهارش هم نهار محلیه. یه چیزی رزرو کردیم از دیروز پریروز، ببینیم چیه. خیلی باحاله. کوالیتی و کیفیت کار رو میخوام ببینه. خب چون که مجموعهشون خیلی گرمه، کاپشن و کلا رو باید تحویل بدی وگرنه میپزی. تمیزیش هم در حد دبی، اگه دبی رفتید. خب یکم از این خوام بهتون بگم، فکر نکنید حالا قطب شمال خیلی مثلا عجیب غریبه. نگاه کن کوالیتی و کیفیت و البته خب توریستی شهر. از همه چی یه دونه برداشتم، اینا غذاهای خودشونه محلیه، یه سری سالاد مورد هم دارن. سعی کردم از همه چی یه دونه بردارم تست کنم. فقط ما نهار خوردیم اومدیم الان ساعت 4. هوا رو نگاه کن اصلا شب شد انگار، چراغا اینا روشن شد. اونجا هم یه دونه کلیسا، کلیسا همه جا هست چون که اکثریت مسیحیان. حالا دیگه اون شاخش رو من نمیدونم ولی خب خیلی کلیسا دیدیم، مسجد هم داشتن، مسجد جامعه هم داشتن. لباس خوب بپوشید، از سرماش نباید بترسید، سرماش ترس نداره، حالا لباس خوب میخواید. اینجایی که داریم میریم جاییه که مجسمه های یخی درست کردن، میخواییم ببینیمش. واقعا یخ زدیم. این چیزی که میخوام بهتون نشون بدم بالاتر از اون چیزی که حتی فکرش هم میکنید. نگاه کنید، اوه کمک فنر رو سیستم تعریف هونداه. کمک های هونداه. سیستم بخاری داره، داره صدا میده، این بخاری و تشکیلات داره. و این طرف این ماشینه وصل شده. این اولین برخورد من با این چرخاست. اه سوزوکی جیمنیه این. آره درست گفتم، سوزوکی جیمنیه این. ما بریم بالا، اگه نگاه کنید مجسمه ها داره شروع میشه. از این برفروبای خفن هم دارن اینجا. این فکر کنم یه روز اینجا است. نگاه کن داره مدفون میشه توی برف. اینجوری داره اینجا برف میاد. و اینم از مجسمه ها. من نمیدونم چجوری براتون بگم ولی یه خروس اینکه یه آدم عین یونولیته. انقدر برف دست بزنم بده. برفش میشینه، اینا رو باید پاک کنن. یه هدفون باحال. یه خانم چینیه که داره چای میخوره. چای درسن، چای. این قلبه چقدر خوشگله، داخلش با یخ حالت کریستالی درست کردن. اینی که چشمک میزنه به خاطر این SMD هایی که توش کار کردن این فلش میزنه، ولی خب فلش نمیزنه در واقعیت. بکنم بازم مجسمه باشه اینا بیرون. این سرخپوسته چه خفنه، باید رنگش کنن. سرخپوست نیست، این از ایناست که چیزن متال و اینا میخونن. طب این ورودیه، چپ تا سقف همش برفه. مجسمه های یخی که بود سعی کرده بودن نماد هر چیزی از هنر و هر چیزی از هر کشوری رو بذارن تا حالت این باشه که توریست جمع کنن. یعنی منی که از آفریقا اومدم برم این فیلم رو به رفیقام نشون بدم بگم آره توی یه قسمتی از روسیه مجسمه یخی قوم ما رو درست کرده بودم و اینجوری توریست جذب بشه، که این قضیه خیلی جالب بود. مکزیکیه اینا که از این اسکلتو دارم، خیلی باحال. اینا هم شبیه اسکلت. من آیا مجسمه یخی سرخپوست اینجا براتون جالبه؟ ولی اینجا هم حالت چینی داره. جا
جالب با این مجسمه الان از یخ یا آب درستش کردن، این میمونه این سالها اینجا اصلا آب نمیشه که، این میمونه یه سال میمونه قشنگ میره پر میمونه از اینه در میاد. او اینا آفریقایی هن، این نماد آفریقایی هست. از اونجایی که من خیلی علاقه به ماشین و مسافرت زمینی دارم، ردیف اول انتخاب کردم که توی جاده کلن جاده‌های روسیه رو ببینم. 3 ساعت دوباره فاصله داشتیم تا خود شهر مورمانسک، از خونه‌ها دیدن کردیم، جاده‌ها رو دیدیم و یه تجربه جالب از رانندگی توی روسیه بود با اون آب و هوای وحشتناک بدی که داره. ولی خب بالاخره موفق شدیم تا یه پمپ بنزین سر راهی برسیم. اقامتگاهی بین راهی مثلا پمپ بنزین دستشویی خوشگله ترکون دادمش کرد. چقدر باحالن اینا، حتی اینجا که قطبه و مثلا کسی هم زیاد، چرا اینجا کسی زیاد میاد بهش رسیدن باحاله. از فرودگاه تا خود مورمانسک که ما را داریم بودن 3 ساعت را بود، الان 1 ساعت این 2 ساعت تو ماشینیم، اسم استراحت کوتاه بکنیم. داخل این رستورانش باحاله، این خرسه رو نگاه کنیم، خرسه واقعیه، انگار واقعیه واقعا. بچه ها این چیزایی که میبینید خاویاره، خاویار ماهی قرمز سالمونه، نمیدونم چیه، و جیگر ماهی، اینا چیزایی که خودشون دارن و صورت محلی دارن میفروشن اینجا. یه سری چیزای دکوری هم داره که احتمالا مخصوص خودشون باشه، اینا برچسبی هم باحاله. یه دونه از این آب مدنی های بزرگ برداشتم و یه دونه از این آب پرتقالا، چون 250 روبل. این سنگ منگا هم هستن، من نمیدونم اینا چیان، ولی یه سری سنگ هم برای فروش گذاشته، کلا تم تم قطبیه، خیلی باحاله. حالا تلویزیون روسی و خدا نصیب نکنه دستشویی. بعد از اینکه استراحت کوتاه کردیم و از این اقامت بین راهی زدیم بیرون، دوباره وارد جاده شدیم، 1 ساعت و نیم دیگه تا مورمانسک داشتیم. تابلو ورود به مورمانسک رو دیدیم که شهرداری مورمانسک برامون زده بود. و اون هیجان و ذوقی که الان میریم یه جایی که هیچ امکاناتی نداره، در صورتی که از همون اول شهر یه عالمه برند و یه عالمه هایپرای خفن دیدیم. مستقیم داریم میریم به سمت هتل چکین. خب بچه ما رسیدیم مورمانسک بالاخره و این هم از هتل بالا بلندمون. شهرش خیلی جالبه، حالا فردا میریم کامل میبینیم، نشونتون هم میدم، ولی اون چیزی که فکر میکردم نبود. فکر میکردم کلا، من فکر میکردم اونجا هیچی نیست، ولی همه چی هست، همه چی قشنگه، همه چی با کلاس مرتبه. تازه این تا اتاقمون اوکی بشه بریم داخل اتاق. نظرتون نسبت به روسیه عوض بشه؟ اینجا واقعا ترتمیزه، همه مردم میگن دبی دبی تمیزه، دبی داداش اینجا رو نگاه کن، قطب شمالی ما. پشمام چی اینو با پشم درست کردن؟ احتمالاً تجارت و شغلی که این مردم ها دارن، مردم های این شهر دارن، این فقط میتونه ماهیگیری و صید میگو و این داستان ها باشه، چون به دریای آزاد شمالی فکر کنم اینجا بسته و این روسیه با نروژ هم مرزه. جالب نیست؟ خب و اینم از اتاق من و ویدیو رو نگاه، بذار لامپ رو خاموش کنم. واو فلکه رو نگاه، اون بخارا رو که میبینید همون پکیج خونه اصلیه، خب که این رادیاتور رو بهش وصله، از توی ویدیو قبلی کامل توضیح دادم، ولی این ویویه که فعلا داریم. بریم برای فردا. صبح شده، خب این ساعت 9 صبح، تازه یه ذره اونجا در آفتاب میاد. بعد سوار ماشین بشیم بریم هاسکی پارک. الان با این بند می‌خوام بریم اینا، و هوا ساعت 12 ظهر تازه خورشید طلوع کرد، ولی ما خورشید ندیدیم. دوباره ردیف اول نشستم برای اینکه بخوام کامل شهر مورمانسک رو ببینم که چه شکلیه، با اینکه یه شهر شمالی بود ولی خب قوانین ترافیکی اوکی بود، جاده‌های اوکی داشت و اینجا مردم از ون استفاده می‌کنن. وانت شما نمی‌بینی، از بس که آب و هوا ناجوره. یه شهریه که رودخونه از وسطش رد میشه و به خاطر شرایطی که داره هیچ وقت رودخونه‌اش توی این هوا یخ نمی‌زنه. و در آخر هم به هاسکی پارک رسیدیم. اومدیم این دهکده‌ای که اسموبیل دارن و هاسکی پارک اسمشه، شاید واقعا هاسکی داره. از این تابلوهای باحال، خیلی باحاله، حتی تریلشون هم اینجوریه، چقدر تریلشون باحاله. نگاه کن یه کیف، دو تا کیف هم اینجا داره و اینا هم از جنس لاستیکی هم، خیلی باحال. من نمیستم موتورم اینجوری میشه، ولی واقعا KTMه که. ها این سیستم رو روش بستن، این قسمت عقب رو بستن روی KTM، تریل KTM. اوکی سرده ها، خیلی سرده. چقدر باحالن اینا، بابا گونا دارن اینا، هاپو هن. چقدر چشاش یه او نپر بگیردت، چقدر چشاش خوشید، آبیه چشاش، ببینم چشاتو هاپوه. اون هم بقیه اونجا همه منتظرن. دو نفر بچه‌های تیم سوار شدن که برن. خیلی علاقه دارید به اینکه سوار سگ بشید؟ دارم فیلم میگیرم، ولی خب در کل ما اومدیم شفق قطبی رو ببینیم. ممکنه 3-4 روز طول بکشه، ولی خب برنامه‌های دیگه هم داریم. نمیدونم تو این ویدیو اصلا بتونیم ببینیم، خودمون میتونیم ببینیمش یا نه.
ولی خب تلاش خودمون میکنیم بقیه چیزا رو به تصویر بکشم، باحال میشه. این چیزی که میبینی ترمز دستی این سگای هاسکیه، اینا دیگه خسته شدن، فقط چشاش خوشگله. ای خدا چقدر پوزش کوچولوئه. بقیه‌شون هم اونجا این گروه یه خورده جونشون کمتر بود، خانوما رو با این گروه فرستادن، ولی اون جلوی انگار زورشون بیشتره. چقدر کوچولو همه. بگیر تو کوچولویی. گربه است این یکی، اینقدر کوچولوئه. نگاش کن. این جماعتی که میبینید آیا تو جماعتی پشتی یه سری برنامه ها اینجا هست، ما بریم ببینیم اگه خوب بود حتما فیلم میگیرم. این قسمت لونه خاپوه هست، هر کدومشون هم خونه دارن، میگه کنم تا اون آخر خونه دارن. باله سگایی که داشتن از نژاد هاسکی بودن که بالای لونه شون اسمشون رو زده بود و میتونستی به اسم صداشون بکنی، احترام خاصی براشون میذاشتن و توی تابستونا که به سورتمه وصل نبودن وزنه براشون میذاشتن که ماهیچه هاشون ضعیف نشه. اون گوشه آفتاب پیدا که داره غروب میکنه، ساعت 1:15 آفتاب داره غروب میکنه، قطعا باید اینجوری باشه که انقدر این منطقه سرد بشه دیگه، آفتاب کم میاد بالا، اصلا بالا نمیاد، انقدر میاد بالا میره پایین. توی این قسمتی که اومدیم گوزنا وجود دارن، حالا میخوان غذا بهمون بدن که بهشون بدیم، به دست به شاخشون نه دست بزنیم، نازشون هم نکنیم یخ، ولی منتظر که نازش کنیم. آره یه تست بکنیم ببینیم چجوریه. جفتک نمیزنه پشتش چرا شبیه قلبه؟ توریستایی که ما دیدیم یا ایرانی بودن یا چینی ژاپنی بودن، ولی خب وقتی که به گوزنا رسیدیم گفتن که به شاخهاشون دست نزنید چون مثل دست و پای انسان رگ خونی داره و حساسه و میشنوه، و اینکه به پشماشون نباید دست بزنیم چون حفاظ هوایی که داره خارج میشه و باعث میشه که یهو یخ بزنه و سردش بشه. به خاطر همین سر این قضیه خورده مراقب بودیم. سایزشون خیلی کوچیک‌تر از گوزن شمالی کانادایی بود. این چیزی که می‌بینید دقیقاً غذاشه، انگار که یه نوع ریشه درختی چیزیه، نمیدونم ریشه گیاهیه، اونجا هم داره میخوره. سرتو بپاس. ای زئوس برو برش. ای بروش باید وایسم تا جسیکا داره با کش داره این بیا بچه بیا بچه اینا بچه ای سرتو بپا خانم دکتر، سرتو بپا. خب اینجا دو تا لباس هست، بعد دو تا تیم باید بشیم بازی کنیم مثل فوتباله. دروازه داره و توف سری رفت عکس بگیره. آقا سمی اینجا چرا با انگوش چیز نوشتم؟ نه بازی چیه اصلا؟ ما چرا باید بازی کنیم؟ نمیخوام بازی کنم، حال میکنم. لباس ها رو پوشیدیم برای بازی. خب دامن اینا گول خوردیم، خیلی چاکری همه بچه ها. من هم پوشیدم. یه بار دیگه وای با بچرخم. آره اسی بیا خانم، ما هم یه دور فوت بزنم، ما دارم گرم میکنیم. وای اینا ایسیامونو گرفتن، اینا یه سری قومای چیزن، قومایی که از بین رفتن توی روسیه. بعدش که ما بازی کردیم فهمیدیم اینا قوم سامیا یه نوع آدم خور بودن یه زمانی، بعد دو گروه میشدن، هر کدوم که چوبو میگرفت اون یکی گروه رو میخورده، یه همچین چیزی بوده. ولی خب ما داشتیم تلاش میکردیم که خورده نشیم در اصل، ولی خب نمیدونستیم، بعد بهمون گفتن. حالا اینکه این نمادین بوده یا اینکه واقعا همدیگه رو میخوردن رو نمیدونم، ولی خب گفتن آدم خور بودن. بله همونطوری که دو تا تیم میشن و بعد یه چوب بکشن و برنده اون کسیه که چوبو در میاره، یعنی چوبو اون رنگ میگیره و برنده میشه. تیم این پارت میخوان دختر الان بکشن. بکش بکش واو یار ارزشگارم خب معلومه باحاله. باحال. بعد دیگه باید عصبی بشی، باید داد بزنی. این از قومایی که دیگه نیست ازشون، میگه 1500 نفر ازشون مونده. قومایی ان که توی قطب شمال زندگی میکردن. خونه سامیا، انگار قوم سامی ان. نگاه کن اونجا آتیش و اینا داره ازش میذاره، چوبا همه سیاه شده. بریم داخلش. اوه عشقون. چه خفنه. فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. نشین سامیه. که جاهای مختلف چادر میزنن. اسمش چی بود؟ شوم؟ چوم؟ 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 و گفتش که چوم یه مکان مقدسی حساب میشه، برای همین الکل و سیگار اینا توش قدغنه.
чум более современный, вот этот вот. Понимаешь, если берем зимний чум. Давайте сонати ро бахам басази баконан. Хам каф баяси ке пуст гавз باشه, хам ин سه چادر بعد از پوست گوز استفاده میشه. برای یه چادر چیزی نزدیک به 80 پوست گوز استفاده میشده. این دمنوشی که میخواد بده به اون همون علفاییه که دادیم به گوز. آره همون علف های خودمون. آره همون علف هایی که دادیم به گوز خودمون رو بخوریم. بهمون کاغذ داد گفت باید آرزو کنی کاغذ رو مچاله کنی بندازی توی آتیش. خب بعد حالتش چه مستجاب میشه و این داستانا. بعد باید شخصی باشه یعنی برای خودت باشه، مالی نباشه، معنوی باشه و اینا. بعد یه روان داد گفت حالا که انداختید باید بیاد ببندید و حالت نیاز خودمون رو داره و اینا مثلا دیگه میبندن اینجا حاجتاشون روان میشه همچین داستانی. حالا من میبندم چی؟ حاجت رواشو باز میشه. حالا ما کدوم میدونیم مال من بوده باز شده؟ معلوم نیست دیگه. ما اگه باز میشد کلی چیزی نبود. ما گره نداشتیم تو زندگیمون. ما فقط دوست داشتیم بخور بیشتر حال کنیم. شکریم. حالا که نیازمون رو بستیم اون جشن رو گرفتیم و این داستانا، ایگلو بودن. اینا یه قومن، نمیدونم یه طایفن. بعد میگه توی سال اینا مثلا سه روز در میون دارن مهاجرت میکنن. به خاطر همون علفایی بود که به گوزنا دادیم. اون علفا فقط همین در حد 1-2 سانته و باید اینا در حال حرکت باشن که گوزناشون که اینا حالت چوپان دارن، گوزناشون این علفا رو بخورن. به خاطر همین میگه که سالی 100 بار اینا دارن جابجا میشن بین منطقه‌های مختلف. این چیزی که دیدی داخلش بودیم خونه شون بود. داشت توضیح میداد یه مراسم روحانی بود که ما نمیتونستیم صحبت کنیم و ساکت نشسته بودیم گوش میدادیم. و اومدم اینجا بهتون بگم ما سوار هاسکی نشدم، من نشدم، یعنی نوبتم نشد. الان میخوام سوار شم، بعدش هم میخوام بریم سوار گوزنا بشیم. خیلی باحاله نه؟ حال کردم با این تیکش، خیلی حال کردم. چقدر خوشگله، این شبیه زئوسه. خب بشین آخه. چقدر تنگ و نرمه. خیلی زیرش نرمه. این زیریه که گذاشتن خیلی نرمه. گناه دارن، حاجی اینا گناه دارن. دیام. اه روشن شدن. دیدی یه چیزی که فلان شدن. بچا آسمون نگاه کنین داره عصر میشه، ساعت 3 بعد از ظهر. ما هنوز نهار نخوردیم. یعنی داره شب میشه اینجا در اصل. چقدر باحالن. اپ اپ اپ. این صدا رو که دیدید در آورد، اینو که گفت یهو راه افتاد. من اون لحظه دوربینم خاموش بود. ولی خب داره این پشت داره چیز میکنه. کف‌ها با سیستم کف‌ها به. من اینو دوستان آخه ای پاهاشو نگاه کن چقدر روناش خوشگله. گناه دارم بابا. دستشویش گرفت اگه دستشویی میکنه. بیچاره میخواست وایس نگهش چیم دستشویی کنه. ما یکی تیم احتمالا برسه به اون پشت سرمونه. اون تازه را افتادن. اپ 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 اپ. شمایی که تا آخر تا اینجای ویدیو اومدی همیشه میدونی که آخر ویدیوهای من همیشه جذابتر از اول ویدیوهای من. بده پیلیس. اوه اینا دور دستشویی دارن. باشی. باید نشونه گذاری کنن. چه غروب زیبایی ساعت 3:30 اتفاق داره میفته. سون چاره میکنن. چقدر دارن نفس نفس میزنن. گوز سواری باید بکنیم ما. ببخشید ما سواری شما. بابا گناه دارن اینا. اولش از این که میخواستم سوار این گوزنا بشم خیلی خوشحال بودم، ولی بعدش که دیدم توی سربالایی چقدر دارن نفس نفس میزنن واقعا عذاب وجدان گرفتم و از این که انسان بودم و سوار یه حیوان شدم خیلی ناراحت بودم. رومو کرده بودم اونور داشتم بقیه منظره رو میدیدم. بعدش که پیاده شدیم رفتیم به سمت غذاخوری و اینجا چون دیر صبح میشه ناهار معمولا 3-4 عصر میخوردن، شامشون هم میافتاد دیر وقت. گوزنه یه هست که الان سوار شدیم، الان گوشتشو میخوام بیارم بخوریم. این غذاییه که برامون آوردن، یه خورده خاویار داخل نونه، بعد این یه سوپه، یعنی سوپه احتمالا سوپ محلی خودشونه دیگه. بچه این داخلش خاویار روسیه ولی مزه هیچی نمیده. پیش غذا چه غذا؟ اصلا مزه نمیده. خب ساعت 4:30 و عصر شده و ما داریم برمیگردیم هتل. بعد از اینکه از هاسکی پارک زدیم بیرون سوار ماشین شدیم و رفتیم به منطقه دور برای اولین شب شکار شفق قطبی که ببینیم امشب میتونیم پیداش کنیم یا نه. بعد از شهر خیلی دور میشدیم که
که نور شهر کمتر بشه. اون شهری که می‌بینی شهر مورمانسک، همونجایی که ما اومدیم و دقیقاً اومدیم کنار جاده وایسادیم، می‌بینیم چیزی پیدا هست، ولی هیچی پیدا نیست و هوا ابری است. حالا باید بازم دورتر بشیم. اسکل شدیم. من اینجوری وایسادیم اینجا، مایک من نشستم تو. سرد نمونسن. بعد از اینکه اسکل شدیم، سوار ماشین شدیم بریم یه لوکیشن دیگه، شاید تاریک‌تر باشه و بتونیم راحت‌تر پیداش کنیم. دیگه اینجایی که رسیدیم واقعاً تاریک بود. آه، بودم 10 دقیقه یه رو بیا اینجا و هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ چپقی ندیدیم. ما 3 شب دیگه فرصت داریم بیایم ببینیم پیداش می‌کنیم یا نه، یعنی می‌تونیم ببینیمش یا نه. ما 1 ساعت دیگه قرار داریم بریم شهر مورمانسک رو بگردیم. من خودم زدم بیرون ببینم چه جوریه دور و بر. با اینکه شهر مورمانسک یکی از شمالی ترین شهرها بود، ولی امکاناتش اوکی بود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلش بود، برندها بودن. و من هر کشوری میرم، هر شهری میرم، میرم توی فروشگاهش. حتی شده الکی خرید کنم و ببینم جنساشون چیه. چون واقعاً حال میده. یه سری محصولات جدید و باحال دارن که تنوع متفاوتی داره و مزه خوراکی‌هاشون هم قطعاً با ما متفاوته. من تا الان تونسته بودم همه‌شو سانسور کنم، ولی دیگه واقعاً اینجا خیلی قفسش خوشگله. اطلاعاتی هم از اینا نداریم. مثلا توی این قسمت خوراکی میمونه خونگی داره. مادام برای زئوس یکم خوراکی بخرم، سوغاتی ببرم براش. اینا چه برچسبای باحالی دارن، نگاه کن. سوپوسته. ما یه عالمه خرید کردیم. اگه بخوای ببینی هم یه همچین خریدایی کردیم. شیر رو نمیدونم، آب و پفک و خوراکی و اینا. شد 1500 روبل که میشه حدود 900 هزار تومان خودمون. یعنی معقوله. من تو ایران هم انقدر خوراکی میخرم همون یه تومن خودمون میشه دیگه. سوار وحش رو دوباره بریم شهرگردی مورمانسک رو باید بگردیم امروز. امیدوار سوید باید اذیت نکنه. یه علمت استیشن نیست، این لاداه. یعنی توی کشورهای دیگه هم ما این علمت رو به اسمای مختلف داریم. این اصلا لاداه نگاه کن. لوگوش هم لوگوی لاداه. لیفان X60، اوپل، هیوندا، میتسوبیشی. وای ما چقدر بودیم. اومدیم یه کشتی یخشکن. اوه اینه هاشش، این کشتی یخشکن هست. اومدیم اینو ببینیم. 1959 اولین نافشکن یخشکن اتمی دنیاست. این 20 سال هم هست که لنگر انداخته اینجا. گوشامو تیز کردم اینور دارن توضیح میدن. این بمب اتم نداره، این موتورش با نیروی اتمی کار میکنه. چرا من هیچ اطلاعاتی در مورد موتور اتمی ندارم. بچه ها این قفل رو نگاه کنید. کسایی که توی این شهر عاشق شدن، یعنی دو نفر عاشق هم شدن، مادر رو قفل اینجا دادن و کلیدشو پرت کردن توی آب که این قفل وقت باز نشه. خب من توی فرانسه اینو نمونه شد دیده بودم، یعنی شنیده بودم. چرا اینا زنگ زدن نگاه؟ آره واقعا اینا یه سریاشون خیلی قدیمیان. نگاه کنم از قفلایی که ما توی ایران هم داشتیم هم هست. پره ها، این دور تا دور تا آخر پره قفله. اینجا هاپو هم چیز دارن، کاپشن داره باید بگیردش. این یه دونه مجسمه هست، نماد شهرهای دریایی روسیه و حالا مثلا کشورهای دیگه. این داستان بوده که یه مجسمه است به سمت دریا. این مجسمه بزرگی که دیدید یه کت بلند داره و یه تفنگ روی شونشه، اسمش مجسمه آلیوشا است که 35 متر و نیم ارتفاعشه و دومین مجسمه بلند روسیه است. مجسمه رو به دره افتخاره، جایی که شدیدترین درگیری‌ها در کمپین قطبی رخ داده. جلوی این مجسمه یه بنای یاد بوده و یه دونه آتش که همیشه روشنه، براش میگن شعله ابدی. این مجسمه هم نشون دهنده سوگواری برای سربازان کشته شده. بعدش که از پیش اون مجسمه اومدیم و اون سرمایه خیلی زیاد، ساختمان‌های خروشوفی می‌بینی که بلوک بلوکن، بلوک‌های 30 40 متری که مثل پازل رو هم دیگه گذاشتن و این ساختمان‌های بزرگو ساختن. درزاش قشنگ پیداه. اینا بعضیشون چف نمی‌شده و تراز نبوده، کاشیکارا به مشکل می‌خوردن، لوله‌کش‌های آب به مشکل می‌خوردن، ممکن بوده نشست کنه و اینا جابجا بشه. ولی سازه‌هایی بوده که به صورت رایگان 70 سال پیش به مردم می‌دادن و مردم برای گرفتنش ممکن بود چند روز توی صف باشن. علاوه بر اینکه 206 صندوق‌دار هم دیدیم، یه دونه پراید هم اونجا هست که من میخوام برات فیلمشو بگیرم. حالا که اینجوریه، این ساختمانه چه این ساختمانه خروشوفی هم که بروک بروک کنار هم گذاشتنشون و لای درزاشو میبینی، کاری به اینا نداریم. یه دونه پراید اینجا هست، چطور ممکنه این پراید اینجا باشه؟ من دویدم تو فیلمشو بگیرم. توی روسیه اعتقادی به رنگ‌کاری ندارم، بعضی در گریده عوض اینا رنگش نمیکنن. یه دونه پراید کره‌ای هست، یه خوش هم بوله موله بهش زده و اینا. من اگه داشت خورش هم بخوام بگیرم هم دقیقا همینه. مجسمه‌ای که می‌بینیم مجسمه خانم منتظر توی شهرهای چیز هست.
توی شهرهایی که خلیجی و اینا به سمت دریاه، خب به سمت آبه و پشتش به سمت شهره. دلیلش هم اینه که خیلی ها خانواده هاشون یا مثلا مرداشون توی دریا توی کشتی بودن و خانماشون زن و بچه هاشون منتظر بودن و اینجوری چشمراهشون بودن جلوی دریا، مجسمه رو درست کردن و توی این شهرها هست. اینجایی که هستیم اسمش ازیموت ماله و اینم ماشین لادا معروفه چیزه، معروف روسیه است، مثل پیکانه همه فیلماش از اینا با اینا دریفت میزنن هم تقویتش میکنن و فلان اینا. ماشینای جیلی اینجان و چین داره میگیره، چین داره روسیه رو میگیره، مثلا همه این اتفاق توی دنیا هم داره میفته. تیشرت رو برداشتم، عجب تیشرتیه، بودن 9000 تومن بود، 1400 روبل بود. بچه ما اومدیم که شفق رو ببینیم، توی یه جای خیلی تاریک اومدیم، امروز هم ابر و تشکیلات نیست امشب، یعنی خب شفق اونجاست ولی هنوز کامل شکل نگرفته، بعد 3 دقیقه شکل میگیره، ولی توی دوربین گوشی ها تقریبا پیدا. این شفقه پیدا شد، نمیدونیش داره شکل میگیره، اینا هم سبز است. خیلی چقدر زوم میکنن یا با دوربین پیداه، ولی ما چش نمیبینیمش. چرا من متاسفانه نمیتونم فلش روشن کنم، ولی یه عالمه توریست اینجا اومد، فکر کنم نصفش از ما، یه اتوبوس هم اونجا اومد، همینجوری هم داره ماشین میاد، یه عالمه توریست دیگه هم اینجا، اینا چینی هست و متاسفانه چیزی نیست. نگاه کنم با دوربین پیداه ولی ما با چش نمیبینیمش، یعنی همه دارن با دوربین اینو میبینن. یه رگه سبز کوچولو شفقه، تموم شد. داستان اینه که مثل ضربانه میاد و میره. ضربان بعدی که قراره بیاد حدود یک ساعت طول میکشه، ما یک ساعت با منتظرش بمونیم، واقعا به خاطر همین اومدیم. اون یه نفر اون زیره ها بریم برای لوکیشن بعدی. خب این مکانی که اومدیم نیم ساعت دیگه احتمال یه فلش دیگه از شفق قطبی هست، حالا ما منتظریم که ببینیم چی میشه. اینجا هم یه خورده سرده و هوا و من گوپرو هم گذاشتم اینجا خورده عکس مکس بگیره. یه هومی پره میاد پایین، احتمال اینکه شبیه فلش باشه و نمیدونم نورای همچین چیز باشه اینا هست. خب یه خورده پیداه، این چیزی که میبینید جلومون دقیقا شفق قطبیه، باید من با دوربین هم گرفتم و اون پشت هم یه دونه داره اتفاق میفته. میبینید این سبزایی که میبینید شفق قطبیه، مثلا درصدش خیلی بالا نیست. خوب شد که ما هم یه خورده رفت پشت ابر، اجازه میده یه خورده ببینیم، ولی خب فقط با گوشی بچه ها دارم میبینه، یعنی با چشم پیدا نیست این چیزی که الان داری توی دوربین میبینید. چما این چیزیه که داره دوربینش میگیره. وا اینا هاشه شما بیرون، ولی باز هم با گوشی باید ببینید. خب دیشب بعد از اینکه شفق رو مثلا دیدیم، این وسایل حاجیتونه و اینم ویو آخرین ویوی که از مورمانسک میبینیم. دو شب دیگه من روسیه هستم، یه شب که همین امشبه میریم توی ایگلوها، این خونه های اسکیمو هستن، نیمکو رویه ولی خب شیشه ایه. الان داریم آماده داریم میشیم بریم اونجا و اونجا حالت دهکده داره، بعدش دیگه میریم پرواز میکنیم به سمت موسکو میریم. این دو روز هم شامل این ولاگ میشه، میخوام بگیرمش و یه حالت سفرنامه داشته باشم. حمایت کنید، سفرهای بعدی رو به صورت سفرنامه ویدیویی براتون بگیرم. یه کلاه خردری خرید حاجیتون، یه تیشرت گلن شد یه تومن به پول خودمون و اون اگه اون گوشه ببینیدش یه دونه مجسمه هست، اینا نوک انگشتن هست. ما همون بود که دیروز رفتیم دیدیم، دیروز پریروز رفتیم دیدیمش. MVM تخم مرغی خودمون، همون این دوماتیزه ها، این واقعا دوماتیزه. فلک میدان اصلیه، فلکه اصلی شهره. بریم یه خورده خرید کنیم برای امشب که میخوایم کباب مواب و این داستان رو بسانیم. توی شهر ما همه دارن جارو میکشن این چیزا، نظافتچی ها و اینا، کارمندای شهردار اینجا فقط دارن یخ میشکنن، دستگاه های گول زننده وسوسه کننده. ما دیشب حدود 150 تا به باد دادیم. تیشرت مشکی پیدا کردم، عجب تیشرتیه، سفیدش هم هست، رنگای دیگه اش هم میخوام بیارم. دوربینمو گم کردم حاجی، خیلی ترسیدم چون که الان دو سه تا ولاگ توی همین دوربینه، اون ولاگا برای من ارزشش بیشتر بود تا خود دوربین.
دوربین میشه خرید ولی ولاگو نمیشه گرفت دیگه. حالا یه چیز بالاتر میخوام بهتون بگم، ما توی این فروشگاه اومدیم خیلی قیمتاش خوب بود. خب میخوام براتون بگم چقدر قیمتش خوب بود. همه این پلاستیکایی که خریده شده با این شلوار من قیمتش برابر بود. خب ما رسیدیم لوکیشن بعدی. لوکیشن بعدی جایی که از این همون ایلوا هستن. اون دو تا رو نگون چوبین. اینجا باید چی باید بریم تو؟ اینم ون ما بودن، هر روز یه ون متفاوت داریم. این چیه؟ این برای اینه که پاهات رو اینجوری کنی؟ باید اینجاش رو اینجوری کنی. چی به حاله؟ اتاق من مشخص شد شماره 11 اینجا دورش خط کشه. باید وسایلمون رو ببریم، از این ور باید بریم. یه دونه چمدون برداشتیم بریم. او اینا هم سوار میشیم ها. مطابق بریم ایلیومونو پیدا کنیم. اونا اونجا هم سقفاشون پیداه. در اصل ما توی دهاتیم. این ونه چرا اسکله؟ چرا کوچیکه این ونه؟ بعد ماشین سواریه چه رینگوس تشکیاز آفرودی. آه این راه ایگلیو ها از اینجا شروع میشه. خانواده اسمانی میکنم اینجا. خب این از ایگلو حاجیتونه. سوره همه جا. اوه حالا اینجا دستشویه و اینم محل اقامته. چقدر هم گرمه ولی خب جنسش انگار پارچه مارچه است و اونم تلق شیشه نیست. خب این تخت خوابشه. همین تموم شد. اینم دو تا چیز، دو تا صندلی و اونا این تشکیلات همه کافه ها هستن. خیلی باحال خوب. فقط ویو نداره مال ما. خیلی بد ویوش این چی نیست. خب صبح شده این بچه ها رو بردن اردو و آسمون قشنگ رو نبکن. چقدر قشنگه. ساعت ده یا ساعت ده یازده قشنگ. امروز روز آخر باید چکوت کنیم بریم به سمت مسکو. یه ایرانی در همه جا و همه مکان ها. املت بیرون درست کردن آره با نون سفید و نون توش جو بزن درست بزن املت رو بزن که داشون بچه اینجاست با ما چیز شده همگروهی شده. یا آف کورس پریویت چی بشیدون اینا رو بگیریم بگازم بهش. خیلی وقت سوار ماشین نشدم. نیاز دارم که سواری ماشین چقدر گوندن اینا سیستمشون رو بکنید اشکنید بریم دونه چنده چقدر بمون میدن. او سیستم تعلیق ها نگاه طبقدار دوبله. یه خیلی خفنه یاد همان اصلا روشم کابه کشیدن شاید این برای خودشونه. باش از اینا تو ایران گیر میمد خیلی خوب. این زنجیر پلاستیکی ها خیلی کارا میشه باش کرد. میشه این ماشین رو باش زنجیری کرد خیلی خفن میشه باحال میشه. خانومه که اومده اون چیز رو تمیز کنه خونه رو با این ماشین اومده. خیلی ماشینش باحال بود من حال کردم. یه خانومه جوانی با این ماشین کلاسیک باحال. البته پلاک اینا 51 یعنی آخرش داده 51 مال این منطقه. چمدونا همه بال کردیم که دیگه بریم به سمت فرودگاه. منتها قبلش اسم موبیل سواریه. نمیدونم که بتونم چیز کنم یا نه فیلم بگیرم یا نه. و ما اینجا جاتون خالی داشتیم جوجه و اینا می‌خوردیم. اینم ماشین فولکس واگنی که فقط گرفتیمش وسایلمون پر چمدونه این ماشین. و اونم ماشین اون خانومه که میاد اینجا رو تمیز می‌کنه نظافت چیه. چقدر خوشگل شد اینجا. یهو نگاه کن انگار آمریکاست. اینم از اون ونی که باید سوارش شیم. من عاشق این ماشینام خیلی حال میده. دیگر ماشین‌های جدید برای تنوع و روحیه شما واقعا لذت بخشه. وقتی که ونو از شرکت ون گرفتیم بهمون گفتن که اون مسیری که می‌خواید برید خیلی داغونه و ممکنه ون نتونه بره و پیادهتون بکنه. این مسیری باید پیاده برید. راننده بهش برخورد گفت من میبرمتون و ما هم انقدر تکون خوردیم توی این مینیبوس و انقدر حال داد و سر خورد که خیلی بهمون چسبید. بعدش هم تشویقش کردیم وقتی از اینجا زدیم بیرون. اسنوموبیل هایی که دارن هم اینا چقدر درازن به نسبت موتورسیکلت خیلی درازتر و گنده تره. بعد یه پراید هاچبک. هزینه‌اش هم 6000 روبله. 6000 روبل میشه 6 6 6 تا 36 3,600,000 برای هر نفر. البته یک ساعت و نیم میتونی باش دور بزنی. بچهای تیم ما نگاه کن از یه دونه توالت عمومی میخوام براتون فیلم بگیرم. افتضاحه خیلی چندشن ولی خب به نسبت تمیزن ها. اومدیم توی کلاس درس این میخواد بهمون آموزش اسنوموبیل بده. تیم ما و معلممون و لیدر و بقیه تیم. آقا فرشید خانم دکتر داشتون بقیه بچه هم خانم هم هستن دارم میپوشن. بچه ها عجله داریم آقا قاسمی ولش کن برم زودتر اسنوموبیل خفنه رو بگیرم ببینم کدوم از همه پاورش بیشتره. گیدرت خب انگار که نه فکر کنم همشون یکی هم ولی انگار متفاوت هم یه خورده. آره این زرده قرمزه بالتره.
لباس هم چه رنگی ست کنم باش. البته این اولی ها احتمالا موتورهای خودشونه، ولی من این قرمزه رو دوست دارم، برش میدارم. هیچی هم داره عقبش، نمیم برای خودشون باشی یا نه. چه برید کنار، برید کنار، برید کنار، اوتوماتیکه بچه ها. یکی از باحالترین تجربه های من بود، با اینکه خیلی برف کج و کوله بود، ولی این سیستم تعلیقش انقدر نرم بود که مثلا ما حس نمی کردیم و خیلی نرم این چاله چوله ها رو رد می کرد. شتاب وحشتناک بالایی داشت، جوری که تا گاز میدادی تا 80 کیلومتر 90 کیلومتر سرعت می گرفت و روی کیلومترش تا 140 تا هم داشت و بعضیشون دو زمانه بودن، بعضی دیگه شون چهار زمانه بودن، متفاوت بودن با هم دیگه، ولی خب مرکز ثقل پایینی داشت و جوری بود که اگه یهو بهش گاز بدی ممکن بود جلوش بلند بشه مثل موتورسیکلت. خیلی تجربه باحالی بود، خیلی تجربه باحالی بود، ولی خب همونقدر که باحال بود خطرناک هم بود و سر پیچا واقعا با سرعتتون میوردی پایین، یعنی نمیتونستی تعادلش رو حفظ کنی، ممکن بود یا چپ کنی یا گیر کنی توی برف. ما رو توی جنگل نبردن چون شب دیر وقت بود و فقط توی یه مسیر دایره‌ای شکل دور میزدیم و از همدیگه سبقت میگرفتیم. بچه هم وای میسادن، هم تیمیشون رو عوض میکردن، یکی عقب میشست یکی جلو و میرفتیم. برای هر کدوم از این جتسیا هم 7000 روبل هزینه کردیم که شامل نیم ساعت لباس پوشیدن و یک ساعت رانندگی میشد. فقط حیف که ما تایم نداشتیم و مسیر توی جنگلش رو نرفتیم. مسیر توی جنگلش قطعا چالشی بود، ولی خب آروم‌تر بود، نمیتونستیم انقدر تند و با انرژی و خفنی رانندگی کنیم. اگه دسترسی دارید به اسنوموبیل حتما امتحانش کنید. حدود 3 میلیون خورده برای یک ساعتش پول دادیم، خب ولی بی‌نظیر بود. بچه شتابی داشتن این، اصلا گاز میدادی پرتت میکرد آقا، یعنی بلند میشد جلوش، نه بعد انقدر محکم گاز میدادی. ما تپیدیم توی برف و نمیدونستم، من خواستم برف جدیدو برم، نمیدونستم انقدر عمقش زیاده بودن، 80 90 سانت برف بود و گیر کرد اسنوموبیل من، تو دهنم سوز درش آوردم. بقیه هم چپ کردن ولی خب ما فقط گیر کردیم. بچا سایز فرودگاه رو نگاه کنید، این همین چکینشه، فقط همین تموم شد، هیچی دیگه نداره. فرودگاه مورمانسک رو نگاه کن، وای نگاه هواپیما رو اونجا، انگار اومدیم ترمینال. هواپیما رو نگاه، اگه سقوط کردیم این خلبانمون بود. مرسی ذاتی بازی ها، نگاه کن صفو، نگاه کن مفصلم چه هواپیما، نگاه کن بعد من دیگه کسی نیست، همه کابینتاشونه. ویلکام تو فرودگاه مسکو، بریم چک اوت کنیم. خب بچه ها یه شب دیگه گذشت، نمیدونم فکر کنم توی این ویدیو شب و روزا قشنگ مشخص نیست، ولی هوای همیشه سفید مثبت، شب هم همینجوری رنگش روشن سفیده و آخرین روزیه که دیگه ما اینجاییم و سوار هواپیما بشیم. ساعت 12 پرواز داریم به سمت تهران. برای آخرین بار سوار ون شدیم که بریم فرودگاه. یه حس خیلی عجیبی بود چون که شهر دوست داشتنی بود که میدونستم دلم براش تنگ میشه و میدونستم که ممکنه دیگه نیام مسکو و حتی مورمانسک. دیگه برای آخرین بار داشتم ساختمون‌ها و ماشین‌ها رو می‌دیدم و حال می‌کردم. واسه عجیبی داشت، این وسط یه دونه بیل مکانیکی وسط شهر، ما تراکتور و بیل مکانیکی رو وسط شهر مسکو میومدن راحت ها تردد میکردن. خلاصه دیگه به سمت فرودگاه مسکو رفتیم و پرواز ماهان ایر میخواستیم برگردیم ایران و اینم از فرودگاه مسکو تقریبا نزدیک بود دیر رسیدیم، ولی خب رسیدیم و در نهایت فکر کنم توی قسمت اول این فرودگاه رو دیدید. این دو قسمت بود ویدیو سفرم مسکو. من در کل من فکری که میکردم در مورد روسیه این که الان میریم روسیه همه فیات دارن و لادا و خاک و خول و همچین فکری میکردم. اروپا اینجا هیچ فرق با اروپا نه، بین اروپا و آمریکاست. حالا نمیشه مثل اونا باشه ولی خب تقریبا هست، شکلشون یه خورده. و مسکو از اون دسته از شهرهاییه که دوستش خواهید داشت. یعنی من از اینکه الان داریم برمیگردیم یه خورده ناراحتم. شهر و کشور دوست داشتنیه. تنها مشکلی که داره اینه که هیچکی انگلیسی بلد نیست. یعنی تو اگه بخوای اینجا زندگی کنی، اقامت بگیری، حتما باید روسی یاد بگیری. به خاطر این دوست ندارم اینجا باشه، چون باید روسی یاد بگیری. آخرین صحنه از فرودگاه مسکو با این تم جذابی که داره، جذاب. و اینم از ایران خودمون. جدا شدن از بچه های تیم سخته. یه مناسبتی هم که داشتیم، ما بده اطلاع زود تعمیلن باش آقا سمی ها. خیلی دوستش دارم. این هم از چیز اوردیم، از روسی اورد. بگو هلو 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 هلو. من فقط سوالم اینه که الان ماشین من یه هفته اونجا خوابوندم، ممکنه باتیش خوابیده باشه. 450 پژو 206. رسیدیم به پارکینگ ماشینا با چمدون و این داستانا. فقط ببین روشن میشه ماشینمون، ماشین رو اصلا پیدا کنیم. ماشین من آخریه است، دیدی بهتون گفتم، گفتم الان برگردیم هیچ کی نیست، فقط ماشین منه. آخه دلم برای تنگ شده بود،
تک استار روشن شد. بنزین هم داره. خب یه خورده نور بده، ولی دمتون گرم تا آخر ویدیو اومدید و بازم از این ویدیو میذارم، از این سفرام میرم. ولی خارج از این ویدیوهای مسافرت، ویدیوهای خودرویی زیادی دارم. بیا تو کانالم ببین. قسمت قبلی رو اگه ندیدی ببین. کلا کل مسافرتمو به صورت ویدیو گرفتم، دو قسمت شد. مرسی، خلاصه خدافظ.